تمسخر امینم توسط علیرضا جی جی و مهراد هیدن. همه آهنگاش دیگه شده تکنیک، انگار داری آکروبات می‌بینی. بده 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 بده. آره چرا؟ اصلا به چه درد می‌خوره؟ یارو بابا چی داری میگی؟ مثلا که من بیام الان امینم رو دیس کنم. برو بشکونی. تیکه های سنگین پوریا پوتک به علیرضا جی جی. آخ آهنگ میده میگه که بهترین آهنگ رپ فارسی، باز ما ترکوندیم، باز ما رکورد شکوندیم، تمام رکوردها دست ماست، به این میگن موزیک. ما شما رو گوش نمیدیم چون وقت نداریم، ما فقط رو کارهای خودمون تمرکز داریم، ما بهترین آهنگای رپ فارسی رو تولید میکنیم. الان 17 سال دارم آهنگ میدم، همه آهنگا رو شنیدن، همه آهنگام هیت. همون لحظه دوست دارم با یک حرکت زیبا بیلاخمو بهش نشون بدم. وضعیت عجیب و غریب داریوش از گروه ملتفت که قبلا با هیچکس همکاری میکرد و الان تو پارک اینجوری شده. حمله یه مداح توی مراسم عزاداری به شاهین نجفی. شاهین نجفی، شاهین نجفی، توی شرفی، تو برای ما نیستی عددی. تو جایی داری میشاشی که ما قبلا دیدیم، باریش پیریش مثل تو زیاد دیدیم. سلام به یکی دیگه از ویدیوهای کانال پارس فکت خوش اومدید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. خب قبل از اینکه بریم به اتفاقات دیگه بپردازیم، بهتره یه سر به ویدیوی جدید مهراد هیدن بزنیم. مهراد توی کانال یوتیوبش با علیرضا جی جی مصاحبه کرده که توی تیکه‌هایی از اون در مورد امینم صحبت می‌کنن. جی جی و مهراد هیدن معتقدن که امینم دیگه حرفی برای گفتن نداره و صحبتای این دو نفر بازتابای زیادی داشته. بریم صحبتاشون رو گوش کنیم و برگردیم. همه آهنگاش دیگه شده تکنیک، انگار داری آکروبات می‌بینی. بده 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 بده. آره چرا؟ اصلا به چه درد می‌خوره؟ 300 تا شرمه در یک ثانیه. خب درک. آخرش اون که خیلی بده. واه چقدر خفن. من آلبومای اول امینم همه رو حفظم. ولی خب رپرهایی که نردن دوست دارن دیگه. ولی مثلا نمیدونم یه جوریه ولی. البته بعد از این صحبت‌ها خیلی از مخاطبا و حتی آرتیستا به این موضوع واکنش نشون دادن و گفتن که دیگه ببین به چه جایی رسیدیم که جی جی امینم رو نقد میکنه. خیلی بده. واه چقدر خفن. دیگه به درد نمیخوره این دنیا. و اما جالبه که از اون طرف توی ویدیوی جدید پوتک ازش میپرسن که از کدوم رپر بدت میاد که غیر مستقیم به علیرضا جی جی اشاره میکنه. اسم دوتا رپر فارسی که باشون حال نمیکنم. قدیما تویی رو دوست داشتم، الان باش حال نمیکنم. یکی میشه دو اسم دومی رو نگم؟ آقا اسم دومی رو نمیگم، ولی یه جوری میگم همتون حدس بزنید. مطمئنم حدس میزنید و قبوله. یه رپر است هر وقت آهنگ میده، من اصلا از آهنگاش مشکلی ندارم و من از این اخلاقش بدم میاد که هر وقت آهنگ میده میگه که بهترین آهنگ رپ فارسی، باز ما ترکوندیم، باز ما رکورد شکوندیم، تمام رکوردها دست ماست، به این میگن موزیک. ما شما رو گوش نمیدیم چون وقت نداریم، ما فقط رو کارهای خودمون تمرکز داریم، ما بهترین آهنگای رپ فارسی رو تولید میکنیم. همون لحظه دوست دارم با یک حرکت زیبا بیلاخمو بهش نشون بدم. من کارنامه معلومه، 15 سال آهنگ دادم از بریم فضا تا بی‌حس 15 سال بیشتر، الان 17 سال دارم آهنگ میدم، همه آهنگا رو شنیدن، همه آهنگام بله. احتمالا بعد از این حرفا جی جی به زودی واکنش نشون میده. و اما همین چند وقت پیش بود که من توی ویدیوم گفتم که پوتک قرار پویان مختاری رو دیس کنه، که خیلی ها تو کامنت نوشتن که اصلا همچین چیزی نیست، که باید بگم این پیشبینیم مثل پیشبینیهای قبلیم درست از آب در اومده و پوتک خودشم به این موضوع اشاره کرده و بازی عده خواهند گفت که منظورش اون نیست، ولی همین که آلبوم جدیدش منتشر شد به داییتون ایمان میارین. و اما یکی دیگه از اتفاقای عجیب این بود که به تازگی فیلمی از داریوش منتشر شده که خیلی اوضاعش خیته. برای کسایی که داریوشو نمیشناسن بهتر بگیم که ایشون یه رپر بود که تونست به گروه ملتفت راه پیدا کنه و با هیچکس و فدایی و علی قاف همکاری میکرد و چند سالیه که از ملتفت جدا شده. و اما حالا فیلمی ازش منتشر شده که انگار با این بچه‌های سوسماساز تو پارکه و یا اینکه چیزی زده که حالت طبیعی نداره. خلاصه وضعیتش خیلی خرابه که امیدواریم اوکی شه، چون این وضعیت برای یه رپر چیزی جز آبرو ریزی نیست. و اما به تازگی از مراسمای عزاداری ویدیو منتشر شده که یه مداح داره شاهین نجفی رو دیس میکنه. شاهین نجفی، کوری چشه شاهین نجفی، اسم بچه‌مو میذارم
بچم و صبر علم داره حسین زیاده برو بمیر یا توبه کن بیچاره بای اگر غضب کنه اول پس گردن تو میشکنه با اشاره لعن الله شاهین نجفی لعن الله شاهین نجفی شاهین نجفی توی شرفی تو برای ما نیستی عددی برو بمیره بچه چند نفر یه شب میام بالا سرت بی خبر همونجا دخل تو میارم میشه بله همونطور که دیدین حسابی شاهین نجفی رو دیس کرد و خیلی‌ها برای شوخی میگن که باید منتظر دیسبک شاهین نجفی باشین و اما همسر حسین هم به تازگی چند تا استوری ازش منتشر کرده که نشون میده با سگش توی عشق و حاله. و از اون طرف هم جیدال به همراه عرفان یه گفتگو داشتن که توی اون به زدبازی انتقاد کردن و میگن که اعضای گروه زدبازی فقط برای دیده شدن به همه گیر میدن. هر موقعی که اینا داشتن میرفتن پایین و اصلا توجهی روشون نبوده یه بیفی رو انداختن، حالا یه بار به شهرام شهرپره بدبخت و الهی گیر میدن اونو دیس میکنن، یه بار به رضا پیشرو گیر میدن وقتی که مثلا با دوست صمیمیش میان فیت میکنن با هیچی هست وقتی که مثلا 5 سال گذشته از بیفشون برای اینکه فقط اینا دوباره توجه بگیرن. هر بار که این کارو کردن یه دیسترکی دادن واقعا پشتش یه فلسفه‌ای بوده که توجهی بگیرن زنده کنن گروه و این کارو خیلی خوب انجام میدن. تو این کار خوبه بد نیستن تو این کار واقعا، ولی فلسفه کاریشون رو غیر وقت گذاشتن روی این. ما واقعا فلسفه کاریمون روی این نبوده، فلسفه کاریمون رو کار سیاسی هم نبوده، سعی کردیم یه چیزی از همش باشیم، آهنگای اموشنال داشته باشیم، اپینین سیاسی داشته باشیم، آهنگای گنگستریمون رو داشته باشیم. به هر حال هممون بدبوی بودیم، هیچ کدوممون مثلا چیز بزرگ نشدیم، میدونی بچهای خیلی سالم و ترتمیزی پاستوریزه نبودیم، میدونی چی میگم، همه چیزا رو ولی مثل یه آدم به حالت طبیعی اینو از خودمون نشون بدیم، نه اینکه یکی فقط دعوای یکی فقط سیاسی یکی فقط چیزی همه. بله اینم از صحبتای گروه پایدار، در کل اینم از ویدیوی رپی امشب. حالا نظرتون در مورد این ویدیو و صحبتای جی جی در مورد امینم و نظر پوتک در مورد جی جی چیه؟ حتما نظرتون رو در قسمت کامنت بنویسید و لایک و ساب یادتون نره. حتما چنل دومم ساب کنید که توش کلی ویدیوهای کاملا متفاوت با اینجا آپلود میکنم، پس یادتون نره بهش سر بزنید و عضو شین و زنگولرم بزنید. خلاصه اینم از ویدیوی امشب، اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک و بکوبید و سابسکرایب یادتون نره و نظر خودتون رو توی کامنت ها بنویسید که همه رو میخونم و تا جاییم که بشه جواب میدم. پس تا ویدیوی بعدی بدرود.